از دید من افزایش خشونت ها در ولایت مثل غور برای اولین چیزی که تأثیر گذاره در او این ریشیابی نشده در گذشته کی از چی نشد می گرفته و چگونه به وجود می آمده و چرا وجود داره. هرگاه این به صورت علمی و تحقیقی یک دفعه ریشیابی می شد، نه تنها افزایش نمی‌یافت که بسیار زیاد کاهش هم می‌یافت. نهادهای مدنی، علمای دینی و دیگر نهادها و سکتورهایی که در این دخیلن همیشه پروژه‌ای در این مورد کار میکنن. این ضرورت بیست که ما او ریشیابی کنیم. اولین چیز به نظر من فقر است. وقتی خانم خانه برای شوهر میگه که چیزی بخر، یک چیز نداریم و پول نداره با خود، یقینا این منجر به تشنج میشه به اینا. وقتی یک مرد نامزد میشه و مبلغ 10,000 افغانی نداره پرداخت کنه در مقابل مهریه خانم خود، یقینا منجر به خشونت میشه، بروز خشونت میشه در بین هر دو فامیل دختر و پسر. وقتی که زمینه یک فضای باز وجود نداره که دخترها بتونن برن خواستای خود بیان بکنن، یقینا همو انحصارگرایی داره داخل خانه میتونه زمینه ساز خشونت باشه. پس آخرین جواب برازی همینه که ضرورت بیست که نهادهای مربوط در زمینه یک تحقیق علمی در به ارتباط بکنن و بتونن یک به اصطلاح انگلیسی یک کانسپت نوت یا بالاخره یک پکیج ترکیب بکنن که پکیج همه ابعاد زندگی زنان در نظر بگیره تا بتونه زمینه کاهش خشونت ها رو مساعد بسازه.